سلام بر شما خوش آمدید به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته که گذشت من فریبا شیرازی با شما همراه هستم در نیم ساعت پیش رو با مروری بر آخرین تحولات رخ داده هفته گذشته در کشورمان و سایر نقاط جهان در این برنامه نخست به گفتگوی چهارشنبه شب حسن روحانی با صدا و سیما و ابهامات پیرامون تخیر در پخش آن خواهیم پرداخت در ادامه گزارشی داریم از سخنرانی محمد جواد ظریف در برلین که هولوکاست را جنایت خواند و توافق نهایی ایران و گروه پنج بعلاوه یک بر سر برنامه هسته ایران ظرف شش ماه مح را محتمل دانست همچنین نگاهی داریم به های سفر اردوغان به ایران و نیز گزارشی داریم از هشدار یک مقام آمریکایی به شرکت هایی که برای عقد قراردادهای تجاری به ایران سفر می کنند. با ما همراه باشید. گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی با بیش از یک ساعت تاخیر از شبکه یک صدا و سیما پخش شد. منابع خبری اختلاف نهاد ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیما بر سر مجری های این گفتگو را علت این تاخیر اعلام میکنند پیشتر ایرنا و ایسنا گزارش کرده بودند عزت الله سرقومی رئیس سازمان صدا و سیما مانع پخش گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی از سوی شبکه صدا و سیما شده است. به دنبال آن رئیس سازمان صدا و سیما در نامه از شورای نظارت خواست تا درباره نحوه تعیین مجریها در مصاحبه با رئیس جمهور تصمیم گیری کنند. بخش مصاحبه رئیس جمهور با تأخیر طولانی گمانه های مختلفی را مطرح کرد. آقای روحانی قرار بود ساعت 21 چهارشنبه 16 بهمن در یک گفتگوی زنده با مردم صحبت کند که این گفتگو با بیش از یک ساعت تأخیر انجام شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نوشته لغو پخش این برنامه در حالی رخ داد که همه عوامل این گفتگوی زنده تلویزیونی مشخص شده بودند اما به دلایل نامعلومی زرقامی مانع پخش این گفتگو شد خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز به نقل از یک منبع آگاه در دفتر ریاست جمهوری این اقدام را بی سابقه توصیف کرده بود خبرگزاری فارس نزدیک به اطلاعات سپاه نیز علت پخش این برنامه را نامعلوم اعلام کرده بود. خبرگزاری تسنیم هم گزارش کرده که برخی چهره های نزدیک به دولت خواستار چینش مجریها و سوالات توسط خود دولت به سیاق گفتگوی تلویزیونی پیشین رئیس جمهور بودند. این خبرگزاری نوشته مخالفت ریاست جمهوری با مجری برنامه گفتگوی تلویزیونی روحانی علت تأخیر و عدم پخش مصاحبه زندگی رئیس جمهور است. ریاست جمهوری خواستار انتخاب مجری دلخواه خود بود یک منبع آگاه هم به تسلیم گفته تیم خبری صدا و سیما با مراجع به نهاد ریاست جمهوری مشاهده می کنند که نهاد ریاست جمهوری بدون اطلاع و هماهنگی با صدا و سیما خانم پوریامین را به عنوان مجری برنامه در نظر گرفته است حالا که آقای روحانی نژاد به عنوان مجری صدا و سیما بنا بود در این برنامه حضور یابد به گفته این منبع اصرار نهاد ریاست جمهوری بر انتخاب مجری توسط این نهاد موجب شد که گفتگوی زنده تلویزیونی در ساعت مقرر پخش نشده و به تعویق بیفتد صدا و سیما و نهاد ریاست جمهوری آذر ماه امسال نیز بر سر نحوه پخش گزارش زنده حسن روحانی از عملکرد صد روزه دولت یازدهم با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند پخش زنده آن گفتگو منجر به حملات گسترده علیه سازمان صدا و سیما و عزت الله زرقامی شد که در نهایت رئیس این سازمان اعلام کرد دولت برای آن گفتگو هدف گذاری خاص کرده بود بیشتر انتقادها از آن گفتگو معطوف به رفتار سمجری بود که برای آن برنامه در نظر گرفته شده بود زرقامی نیز در دیدار با این سمجری خطاب به آنها گفته بود انتقادهای زیادی که از جناهای مختلف به شما وارد شد بدون اطلاع از پشت صحنه و هدف گذاری خاص برای این گفتگوست. سایت آینده آنلاین هم در آن زمان به نقل از سردبیر روزنامه جامعه نوشت نهاد ریاست جمهوری به سازمان صدا و سیما اعلام کرده بود که این برنامه یک نشست دوره همیست. سردبیر روزنامه جامعه همچنین نوشته که از نهاد ریاست جمهوری به این مجریها گفته شده بود قرار نیست مصاحبه و چالش باشد. دوره همیست برای ارائه گزارش رئیس جمهور. هفته گذشته برف بی سابقه در غرب مازندران و شرق گیلان و قطع راههای ارتباطی آب برق افت شدید فشار گاز و کمبود مواد غذایی زندگی مردم را مختل کرد در پی بارش برف سنگین و مسدود شدن راهها در برخی از محورهای استانهای شمال ایران طی ای روزهای گذشته امدادرسانی به ساکنان این روستا با موانع جدی روبرو شد خبرگزاری های ایران به نقل از احمد موسوی دبیر کل سازمان هلال احمر گزارش دادند برف و کولاک تا کنون تلفات انسانی به همراه نداشته است این در حالی است که مرتزا رهبر معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد تا کنون شش نفر در استان گیلان بر اثر سوانه مرتبط با برف مانند لغزش یا سقوط از دنیا رفتند. در این حال یک مقام مسئول در وزارت بهداشت نسبت به افزایش بروز سرماخوردگی و عفونت ویروسی تنفسی در استان‌های های برف زده هشدار داد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر به دستگاه اجرایی مأموریت داده بود تا خسارت وارده بر دامداران، کشاورزان و مسکن مردم مناطق برف گرفته شمال کشور را برآورد کنند تا نسبت به تامین اعتبار و پرداخت آن از سوی دولت اقدام شود. هفته گذشته حسن روحانی با انتقاد از فضای امنیتی دانشگاه ها و سکوت دانشگاهیان منتقدان داخلی توافقنامه ژنو را گروهی معدود و بی سواد نامید که از جای خاص تغذیه می شوند. حسن روحانی با انتقاد از فضای امنیتی دانشگاه ها و سکوت دانشگاهیان منتقدان داخلی توافقنامه ژنو را گروهی معدود و بی سواد نامید که از جای خاص تغذیه می شوند. به گزارش خبرگزاری های ایران حسن روحانی روز سهشنبه 15 بهمن ماه در اجلاس رؤسای دانشگاه ها و مدیران منتقدان سند ژنو ادعی را بی خواند و از دانشجویان و استادان خواست تا سکوت خود را شکسته و درباره مسائل مهم جامعه ایران سخن بگویند روحانی از استادان دانشگاه پرسید چرا درباره نامه ژنو سکوت اختیار کردند و اظهار نظر نمی کنند رئیس جمهور ایران خطاب به دانشگاهیان گفته به فکر آی اس آی و امتیاز نباشند و این شرکت ها را کنار بگذارند و با مردم همراه شوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فضای امنیتی دانشگاه ها و نهادهای آموزشی گفته که باید اجازه داد فضایی باز ایجاد شود. رئیس شورای عالی امنیت ملی بیان که به نام فرد یا جریانی اشاره کند افسوده یک عده شدند متولی و همه مردم از نظر آنها شدند مشکوک و همه مورد تردید و مورد شک هستند روحانی خطاب به این افراد و جریانها گفته شما چه کاره هستید که خود را متولی همه چیز میدانید؟ آیا تنها با یک شعر یا یک چهره آدم متولی می شود؟ بگذارید محیط باز ایجاد شود؟ وی از منتقدان وزارت علوم نیست خواسته اجازه بدهند وزیر علوم کار خود را انجام دهد این سخنان رئیس جمهوری ایران یکی از سریحترین و تونترین مواضع وی پس از آغاز به کار دولت یازدهم به شمار می رود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز در مراسم معارفه و تودی رؤسای جدید و قدیم سازمان میراث فرهنگی انتقاد به توافق نامه را از روی حسادت دانسته است. اظهارات این دو مقام رسمی دولت یازدهم با خشم محافظهکاران منتقد توافقنامه ژنو مواجه شده است دولت حسن روحانی در شش ماه اخیر از سوی محافظهکاران تندرو با فشارها و حملات قابل توجهی روبرو بود و در برابر این حملات واکنش سریحی از خود نشان نداده بود روزنامه کیهان از اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه منتقدان توافقنامه ژنو معدود و کم هستند انتقاد کرده و نوشته انتظار می وی به عنوان رئیس دولت مدعی تدبیر به جای این سخنان از نحوه توزیع سبد کالا عذرخواهی کند این روزنامه این مطلب را در سرمقاله ی روز چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه خود با عنوان دست خالی برنگردید که به قلم حسین شریعت مداری نماینده ی علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان نوشته شده مطرح کرده است حسین شریعت مداری در همین راستا نوشته بعد از بی تدبیری خسارت آفرین دولت مدعی تدبیر در توضیح سبد کالا انتظار آن بود که رئیس جمهور محترم به خاطر این همه بی تدبیری از مردم پوزش بخواهد شریعت مداری در ادامه با اشاره به سخنان پیشین روحانی مبنی بر ضرورت انتقاد و حتی تشویق منتقدان این سوال را مطرح کرده که اگر انتقاد را لازمه پیشرفت مانع دیکتاتوری و انتقاد کنندگان را در خور تشویق میدانید چرا به کسانی که بسیاری از آنان با ارائه مستندات روشن به نامه ژنو انتقاد کردند تهمت کمسوادی و مواجه بگیری میزنید مدیر مسئول روزنامه کیهان خطاب به روحانی نوشته است چنانچه حاضر نیستید کمترین انتقادی را بپذیرید چرا پذیرش اشتباه و انتقاد را بزرگترین شجاعت مسئولان معرفی کرده اید اما در واکنش به بیستوات خواندن منتقدان توافقنامه ژنو سوی حسن روحانی محمد تقی مصباح یزدی رئیس موسسه آموزشی امام خمینی بدون آنکه به حسن روحانی اشاره کند وی را دروغگو بلا و قصی قلب معرفی کرد حسن روحانی در هفته جاری در جمع گروهی از دانشگاهیان منتقدان تفاهمنامه ژنو را تعدادی معدود و بی سواد معرفی کرده که از جایی خاص حمایت می‌شوند. این اظهارات رئیس جمهوری ایران با واکنش گروهی از محافظه کاران تند رو از جمله اعضای جبهه پایداری که زیر نظر مصباح یزدی اداره می شود مواجه شده است. آیت الله مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی چهارشنبه 16 بهمن ماه در حسینیه امام خمینی قم در واکنش به این سخنان حسن روحانی گفته اینها میگویند انتقاد را دوست داریم اما دروغ میگویند طاقت یک جمله را ندارند به در بخش دیگری از سخنان خود روحانی را فردی قصیر قلب معرفی کرده و افزوده چنین افرادی میگویند شما را چه کار به این کارها شما را چه به اقتصاد و سیاست بی این عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود گفته است علما مردم را نصیحت می کنند که این رفاهی که دولتی ها به شما وعده می دهند دروغ است و به آن نخواهید رسید وی همچنین خطاب به مقام های دولت یازده گفته علما و بزرگان که وارث انبیا هستند خانواده های شهدا شما را نصیحت می کنند که فریب آمریکا را نخورید دنبال راحتی خیالی نروید اگر هم به راحتی برسید به چه قیمتی؟ عزت مردم را میفروشید. فروشید خونهای هزاران شهید را که در طول این سده ریخته شده به باد می دهید تا اینکه چند روزی چند دلاری که از پولهای خودتان است را به شما بازگردانند ذهی خیال باطل مصباح یزدی گفته است در طول تاریخ همواره روحانیون را به بیسوادی کم فهمی و کچ فهمی متهم می کردن. شاه هم می گفت این آخوندها یک دمکنی روی سرشان گذاشتند و نمی فهمن سیاست یعنی چه و ما چه دنیایی داریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنونی در برلین گفت ما هرگز آغازگر جنگ با هیچ کس نخواهیم بود. او همچنین هولوکاست را جنایت خواند و تاکید کرد حتی این تصور که ایران به دنبال سلاح اتمیست هم به ضرر امنیت این کشور است ظریف درباره رسیدن به توافق هستهای نهایی با گروه پنج به علاوه یک نیز گفت به نظر او رسیدن به چنین توافقی در ظرف شش ماه آینده امکان دارد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در آلمان به سر میبرد در اظهاراتی در گفتگو با رسانه ها در آلمان و در هاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در سخنانی به بحران سوریه پرداخت گفت که عربستان و ایران در مقابله با افراطی در منطقه منافع مشابهی دارند او گفت که اگر عربستان نیروهای افراطی اسلامی درگیر نبرد در سوریه را به زمین گذاشتن سلاح تشویق کند ایران نیز آماده است تا از نفوذ خود بر بشار اسد برای پایان دادن به درگیری ها استفاده کند محمد جواد ظریف همچنین در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی آلمان کشتار جمعی یهودیان در جنگ جهانی دوم یعنی هولوکاست را جنایتی خواند که دیگر نباید تکرار شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از گفتگوهای خود شرکت ها و مؤسسات اقتصادی این کشور را ترغیب کرد تا در ایران به فعالیت بپردازند. درخواست ظریف بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای جان دادن به اقتصاد ضعیف و بحران زده کشور تلقی می شود. به ویژه دانش فنی و علمی شرکت های آلمانی مورد تایید ظریف قرار گرفت. ظریف با بیان اینکه یک سوم اقتصاد ایران به نوعی با آلمان مرتبط است، از صاحبان صنایع و سرمایه در این کشور خواست که بر روی این پیشینه و ظرفیت سرمایه گذاری کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افسود که کالاهای ساخت آلمان همچنان اعتبار و وزنی خاص در ایران دارند و آلمان در کل اروپا یکی از شرکای سنتی مهم اقتصادی ایران به شمار می روید. تا پیش از اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی صادرات آلمان به این کشور به حدود چهار میلیارد دلار می رسید که بیشتری میزان در میان کشورهای اروپایی بود. ظریف در ادامه خواست که غربی ها جدیت جمهوری اسلامی را در بست مناسبات اقتصادی بیازمایند و گفت ما را بیازمایید و ببینید که آیا ما ترسی داریم که بازارهای خودمان را به روی شرکت های خارجی باز کنیم ظریف در ادامه به موضوع پرونده هسته ایران پرداخت و با بیان اینکه مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک میتواند ظرف شش ماه آینده به نتیجه برسد تاکید کرد که بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا یعنی آلمان در این زمینه می تواند نقش تعیین کننده ای بازی کند. دور بعدی مذاکرات هسته میان ایران و گروه پنج بلاوه یک هجده همه در ویان برگزار می شود. در دور قبلی مذاکرات در ژنو توافقی کم سابقه به دست آمد که به موجب آن ایران باید غنیسازی 20 درصدی اورانیوم را متوقف کند. ذخیره موجود اورانیوم 20 درصدی غنی شده را اکسید یا رقیق کند و غنیسازی 5 درصدی را گسترش ندهد در مقابل کشورهای غربی بخشی از تحریم ها علیه ایران را لغو خواهند کرد قرار است در دور جدید مذاکرات این توافق نهایی شود در این دور از جمله درباره تطبیق توافق ژنو با قطعنامه سازمان ملل علیه فعالیت های هسته ایران بحث و تصمیم گیری می شود قطنامه های یاد شده خواهان تعلیق کامل غنیسازی اورانیوم در ایران هستند. اما هفته گذشته فرایند انتقال قطعی اولین بخش از درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 550 میلیون دلار به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس پایان یافت. منابع خبری از واریز مبلغ 550 میلیون دلار قسط اول درآمدهای نفتی بلوک شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران در سوئیس خبر میدن. در این خصوص یک مقام آگاه به خبرگزاری ایرنا گفت با شروع رسمی روز کاری اداری از روز دوشنبه در اروپا و بر اساس اعلام بانک مرکزی ژاپن فرایند انتقال طبیعی اولین بخش از درآمدهای نفتی ایران به حساب بانک مرکزی کشورمان در سوئیس پایان یافته است. پیشتر عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران اعلام کرده بود اولین قسط از چهار ممیز دو میلیارد دلار دارایی های بلوکه شده ناشی از درآمد نفتی ایران شامل 550 میلیون دلار روز شنبه هفته جاری به حساب مربوطه در سوئیس واریز شد وی افزوده بود تا آنجا که اطلاع دارم همه اقدامات لازم انجام شده و نقل و انتقالات صورت گرفته و پول به حساب مربوطه در سوئیس واریز شده است در همین راستا وزارت خزانهداری آمریکا هم تایید کرد که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است وزارت خزانه داری آمریکا گفت بر اساس توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و شش قدرت جهانی روند انتقال مبلغ یاد شده از 31 ژانویه شروع شده است اما از افشای نام بانکی که این نقل و انتقالات بانکی را انجام داده خودداری کرد محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز واریز پول به مبلغ یاد شده به حساب ایران را تایید کرد و گفت بخشی از پول بابت بدهی های ایران به سازمان های بین المللی یا بورسیه دانشجویان ایرانی خارج از کشور هزینه می شود. در همین حال یک سخنگوی خزانهداری آمریکا به رویترز گفته است هیچ بانک آمریکایی در نقل و انتقال این مبلغ نقش نداشته اما خود دولت آمریکا تسهیلاتی برای کمک به انتقال دارایی‌های رفع توقیف شده ایران ارائه کرده است اخیرا کاخ سفید کل دارایی های بلوکه شده ایران در خارج را 100 میلیارد دلار عنوان کرده بود بر اساس توافق ژنو که سوم آذرماه حاصل شد و سی دیماه ماه به اجرا گذاشته شد قرار است طی شش ماه ایران بتواند در هشت نوبت به چهار و دو دهم میلیارد دلار از دارایی های نفتی بلوکه شده خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد این حجم از منابع مالی ایران در هر نوبت در ازای عمل گام به گام ایران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب توافق ژنو در دسترس تهران قرار داده خواهد شد. قسط دوم ایران دهم اسفندما اسفند ما و به مبلغ 450 میلیون دلار است. اما سفر هفته گذشته آقای اردوغان به تهران با حاشیه‌ای فراوانی مواجه بود. روزنامه ها و مخالفان دولت ترکیه میگویند توافقنامه ایران و ترکیه فقط به زبان فارسی امضا شده مترجم ایرانی گفتگوها را اشتباه ترجمه کرده و در ملاقات اردوغان و خامنه ای جای پرچم ترکیه خالی بوده است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هشتم بهمن ماه سال جاری سفر دو روزه به ایران داشت و با آقای خامنه ای حسن روحانی و چند تن دیگر از مقامهای دولتی ایران دیدار کرد هیئت ترکیه در سفر به ایران تفاهم نامه های میان دو کشور امضا کردند پس از بازگشت اردوغان از ایران در دهم بهمن بهمن 92 به ترکیه، مخالفان دولت به جنجال امضای توافقنامه ایران و ترکیه اعتراض کردند که متن آن فقط به زبان فارسی نگاشته شده و نسخه انگلیسی و ترکی نداشته است. در کانال های تلویزیونی ترکیه فیلم امضای توافقنامه ایران و ترکیه پخش شد که در آن وزیر اقتصادی این کشور از امضای قرارداد امتناع می کند. در فیلم دیده می شود که اردوغان با دست به وزیر خود اشاره می کند که قرارداد را امضا کند. در همین حال رهبر یکی از احزاب مخالف دولت اردوغان به دویچه وله گفته است و این موضوع را به پارلمان کشور کشانده است. موضوع دیگری هم که باعث جنجال روزنامه ها و کانال های تلویزیونی ترکیه شد، ترجمه اشتباه صحبت های اردوغان و تانیر یلدیز وزیر انرژی ترکیه به فارسی بوده است. یکی دیگر از موارد جنجال برانگیز سفر اردوغان به ایران آن بود که به هنگام استقبال رسمی از مهمانان ترک در حالی که سرود ملی دو کشور پخش می یک نفر با جاروبرقی در حال تمیز کردن فرش قرمزی بود که قرار بود اردوغان از روی آن و از مقابل گارد احترام رد شود این صحنه که نشانگر ضعف جدی طرف ایرانی در تدارک استقبال از اردوغان بود چندین بار از کانال تلویزیونی ترکیه پخش شد این صحنه به بهانه‌ای برای انتقاد از تدارک ناشیانه استقبال دیپلماتیک طرف ایرانی بدل شد. روزنامه های ترکیه از جنجال دیگری هم پرده برداشتند که گفته می شود در دیدار اردوغان با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرچم ترکیه در کنار پرچم ایران نبوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به همراه هیئتی از جمله وزرای انرژی، اقتصاد، فرهنگ و خارجه نیمه شب سهشنبه 8 بهمن ماه به ایران سفر کرد و در ساعت پایانی چهارشنبه نهم بهمن ماه ایران را ترک کرد. بر اساس گزارش ها در این سفر سه تفاهم نامه یکی در زمینه تعرف ترجیحی و دیگری سند پنجمین کمیته مشترک تجاری و دیگری مربوط به تفاهم همکاری خبرگزاری های دولتی ایرنا و آناتولی به امضای دو طرف رسید. تفاهم نامه ترجیحی مربوط به کاهش تعرف گمرکی برای 220 قلم صادرات تولیدات صنعتی ترکیه و واردات محصولات غذایی از ایران می شود. تفاهم نامه برخلاف قرارداد داد الزام آور نیست. همچنین در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اردوغان سند تشکیل شورای عالی همکاری های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و ترکیه امضا شد. عدم رعایت شون و تشریفات دیپلماتیک توسط ایران در حالی است که روزنامه های ترکیه کارشناسان و حتی مخالفان دولت اردوغان بر این باورند که تمامی این ماجراها در آستانه نخستین دیدار حسن روحانی از ترکیه که اول اسفند 92 خواهد بود به این زودی ها تمام نخواهد شد و حتی با سفر رئیس جمهور ایران این موضوع تشدید خواهد یافت در آستانه شروع بازی های المپیک زمستانی 2014 سوچی مقامات آمریکایی نسبت به قاچاق مواد منفجره به داخل هواپیماها به مقصد روسیه هشدار دادند. یافته‌های اخیر سازمان های اطلاعاتی آمریکا نشان می که تروریست ها ممکن است مواد منفجره را درون لوله های خمیردندان و مواد آرایشی جاسازی کرده و به درون هواپیما برده و به این ترتیب توانایی ساخت بمب در طول پرواز را داشته باشند. در گزارش ها آمده است که مقامات آمریکایی این خطر را به پروازهایی محدود کردند که به مقصد روسیه هستند و مبدعشان کشورهایی بجز آمریکا بوده است یک نماینده وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است آنها در یک اقدام پیشگیرانه این اطلاعات را با همتایان خود در خارج از کشور نیز در میان گذاشتند او اضافه کرده در حال حاضر آمریکا اطلاعات مشخصی که از تهدید خاک یا منافع این کشور نشان داشته باشد در دست ندارد بازی المپیک روز جمعه 7 فوریه آغاز و تا روز 23 فوریه ادامه خواهد داشت. این رقابت ها که در شهر سوچی روسیه برگزار می شود بزرگترین رویداد بین المللی 20 سال گذشته این کشور است. احمد توکلی نماینده مجلس که خود متهم در پرونده زمین خاریست گفته است فساد در ایران بیداد می کند و جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد موفق نبود است. احمد توکلی با انتقاد از وکیل و دوله ها گفته است نماینده ای که از وزیر رشوه می خواهد تا نامه استیزاه وی را امضا نکند نمی تواند به نفع مردم تصمیم گیری کند. این نماینده ای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به فساد حاکم بر ادارات کشور و رانت اداری پرداخته و گفته است استفاده از نزدیکان و اقوام برای شرکت های بزرگ و واگذاری پست های مهم به جوانان نابلد موجب می شود چرخ جامعه نچرخد. توکلی افسوده است جوان 20 و چند ساله که زبان بلد نیست و بدون داشتن تجربه و به خاطر اینکه خواهرزادی فلان مسئول بانکی است مسئول صندوق جدید و تاسیس ایران و ونزوئلا در کاراکاس می شود. نتیجه آن میشود که صندوق تشکیل نمیشود و سفیر ایران در ونزوئلا تهدید میکند که اگر این جوان برنگردد آبروی شما را میبرم نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش از اینکه دولت به تازگی به یکی از تاجران برای یک کالای اساسی امتیاز داده هم انتقاد کرد و گفت یکی از مسئولان دولتی با رئیس دفتر رئیس جمهور با این تاجر که فرد خوشنامی نیست جلسه خصوصی گذاشتند توکلی اظهار کرده در رابطه با این موضوع به حسن روحانی و وزیر مربوطه نامه نوشته اما نه تنها جوابی داده نشد بلکه به آن فرد امتیاز بزرگتری نیز داده شد از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری برای چندمین بار در روزهای اخیر گفت که فساد در ایران بسیار وسیع است و روز به روز هم بیشتر می شود عضو هیئت مرگ با اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی گفت که پرونده های مربوط به ویژهخواری از سالهای گذشته وجود داشته است پر محمدی گفت متاسفانه ما در دوره های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست و یادآور شد من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده ها مربوط به بابک زنجانی است که همه آنها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پرونده های مانند نگین و مروارید قبل در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضاییه برای اینکه به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیب هاست. گفتنیست است حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در دیدار با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات گفت که فساد اقتصادی در ایران دامنه گسترده ای دارد. وی از نیروهای امنیتی خواست تا به طور جدی وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و در خصوص بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته مردم از جانب عدهای سوجو و ویژهخواران اقتصادی اقدامی قاطع به عمل آورند شایان ذکر است سازمان شفافیت بین الملل در آخرین گزارش سالانه خود ایران را از میان 177 کشور در رتبه 144 جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پله سقوط در مقایسه با سال 2012 میلادی است. یک مقام آمریکایی روز سهشنبه گفت توافقنامه اتمی با ایران کامل نیست اما فرصت میدهد تا یک قرارداد جامع تنظیم شود او این سخنان را در پاسخ به انتقادهای کنگره آمریکا مطرح کرده است وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کننده هسته این کشور با ایران گفت رفتن نمایندگان شرکت های خارجی به تهران در شرایط فعلی پیام بدی را به مسئولان ایرانی می دهد. یک مقام آمریکایی روز سهشنبه گفت که توافقنامه اتمی با ایران کامل نیست اما فرصت می دهد تا یک قرارداد جامع تنظیم شود. او این سخنان را در پاسخ به انتقادهای کنگره آمریکا مطرح کرد. قدرت های جهانی در 24 نوامبر سال گذشته توافق ای را با جمهوری اسلامی منعقد کردند که در مقابل محدود کردن فعالیت های اتمی ایران حدود 7 میلیارد دلار از تحریم های این کشور را کم می کند. در این توافق نامه آمده است که ظرف یک سال گفتگوها برای عقد قرارداد دائمی باید انجام شود. اعضای کنگره آمریکا به این توافق نامه ایراد می گیرند که قبل از یک اقدام قاطع از سوی جمهوری اسلامی برای توقف برنامه اتمیش تحریم های این کشور کاهش یافته است. آمریکا، اسرائیل و بسیاری از کشورهای جهان بدگمانند که برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی است. اتهامی که جمهوری اسلامی آن را تکذیب می کند. به گزارش رویترز وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی و رهبر تیم مذاکره کننده آمریکایی با جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس آمریکا گفت ما این را اولین قدم میدانیم در نتیجه نواقصش را نمیتوان به گریزگاه تشبیه کرد چون که این قرارداد نهایی نیست شرمن به کمیته سنا گفت این توافقنامه کامل نیست اما برنامه اتمی ایران را به شکلی موثر متوقف می کند تا مذاکرات برای قرارداد جامع انجام شود. قانونگذاران آمریکایی می توانند قوانینی را برای تحریم بیشتر ایران وضع کنند. اما باراک اوباما گفت که مخالف وضع تحریم های جدید در جریان مذاکرات با ایران است و آن را وتو خواهد کرد. سناتور رابرت منندز از حزب دموکرات و رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا نارضایتی خود از توافقنامه کنونی را اعلام کرده است. او میگوید ما تحریم های بسیار موثر بین المللی را به خطر انداخته ایم بدون آنکه به روشنی ضوابط مورد نظر خود در توافقنامه دائمی را روشن کرده باشیم. منندز افزود ما باید مراقب باشیم که برای رسیدن به یک قرارداد با ایران بیش از آنچه که میگیریم امتیاز ندهیم. در پایان کار ایران نمیتواند توانایی خود برای ساخت سلاح اتمی را حفظ کند. شرمن در پاسخ به انتقاد نمایندگان سنا درباره خطر لغو شدن تحریم های ایران و سفر حیط های اقتصادی خارجی به ایران گفت که به باور آمریکا هنوز قرارداد جامعی با ایران منعقد نشده است. او گفت ما معتقدیم سفر به ایران پیام اشتباهی می دهد و دولت روحانی را تحت فشار قرار خواهد داد زیرا این باعث بالا رفتن انتظارها در ایران می شود و عدم تحقق این انتظارات می تواند به تنش داخلی در ایران بیانجامد در نشست روز سهشنبه بسیاری از قانونگذاران آمریکایی به طرح نفت در مقابل کالا بین ایران و روسیه انتقاد داشتند آمریکا این قرارداد را مورد انتقاد قرار داده و تهدید کرده آن را احتمالا تحریم آمریکا خواهد کرد. به گزارش رویترز در ماه ژانویه ایران و روسیه مذاکرات برای 1.5 میلیارد دلار مبادله کالا با نفت در ماه را آغاز کردند که می به مقدار زیاد از فشار تحریم ها بر ایران بکاهد. شرمن گفت که مذاکرات در بالاترین سطح انجام شده تا این قرارداد منعقد نشود. او گفت به باور من این موضوع در حال حاضر انجام نخواهد شد. شهر آکسفورد پیشینه بسیار طولانی در پذیرا بودن شخصیت های برجسته سیاسی و فرهنگی جهان را دارست. افرادی که در ساختار جهانی و منطقی و کشوری نقش داشتند، از شخصیت های کنشگر نظام های خودکامه تا اعضای دولت ها و نمایندگان آنها در جلسات پرسش و پاسخ محصلان و محققین دانشگاه آکسفورد شرکت داشتند. روز سهشنبه 15 بهمن ماه شاهزاده رضا پهلوی پاسخوی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه آکسفورد بود. شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی خود را در دانشگاه آکسفورد با سیاست های کنونی رژیم جمهوری اسلامی در ایران و خاور میانه آغاز کرد. سپس به مشکلات و موزلات منطقه از جمله نظام حاکم بر ایران، پرونده هستهی، بهار عربی، حکومت خودکامه سوریه، اختلافات شیعه و سنی و موضوع صلح فلسطینیان و اسرائیل پرداخت. او ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک، منطقه خابر میانه از جمله ایران به طرف دموکراسی و صلح پیش خواهد رفت. شاهزاده رضا پهلوی به غیرقانونی بودن حکومت سوریه اشاره کرد و به نقش منطقه ایران و حزب الله لبنان در بالا بردن سطح اختلافات پرداخت. او راه حل رسیدن به صلح و آرامش را در حمایت از جنبش های مدنی دانست و اعلام کرد که برای تغییر در سیستم حکومتی ایران عدم اطاعت از دستورات حکومتی و نافرمانی مدنی کم هزینه تر و امکان پذیرتر است. پس از این سخنرانی دانشجویان دانشگاه آکسفورد سوالاتی مطرح کردند که شاهزاده رضا پهلوی به آن پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی در مورد نظر ایشان درباره بهار عربی و آیا اینکه در شکلگیری جنبش های مردمی در ایران طی سالهای اخیر تأثیر میگذارد گفت که شاید بهتر است به تاریخ شهر گرفتن جنبش های عربی برگردیم. این جنبش های عربی بودند که از جنبش های مردمی ایران اقتباس کردند نه بلعکس. جنبش سبز آغازگر تغییرات در منطقه بود. اما میتوان گفت که این تاثیر دو و متقابلانه بود است. در پاسخ به سؤالی که از ایشان در مورد تحمیلی بودن ارزش های حقوق بشر و لیبرالیستی و غربی برای جوامع غیرغربی پرسیده شد، ایشان در پاسخ گفتند آیا حقوق بشر و برابری زنان ارزش های غربی است این ارزش ها جهان شمول است و قبل از آن که غرب شکل بگیرد منشور حقوق بشر توسط کوروش کبیر تحریف شده بود که در آن به خیلی از حقوق شناخته شده در غرب اشاره شده بود این بود برنامه این هفته ای ایران و جهان در هفته ای که گذشت بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید این برنامه ساعت هفت بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و سه بعد از ظهر به وقت لندن پخش می شود. اگر موفق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه های دیگر ما را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید. و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.